ما برنامه نویس ها همیشه سعی داریم که مشکلات و در واقع چالش های دنیای واقعی رو به نوعی مدل سازی بکنیم در دنیای کامپیوتر. اگه شما به اطرافتون نگاه بکنید، موجودیت های مختلفی میبینید، مثل انسان، مثل ماشین، مثل مشتری، مثل فروشنده، مثل خورشید. هر کدوم از اینها یک سری ویژگی ها دارند و یک سری رفتارها. در واقع فعالان رشته کامپیوتر، دانشمندان رشته کامپیوتر از مدت‌ها قبل به این فکر افتادند که به نوعی بتونند این موجودیت‌ها رو که در دنیای فیزیکی داریم در دنیای کامپیوتر مدل سازی بکنند و شبیه سازی بکنند و مفهوم کلاس‌ها از اونجا به وجود اومد. در این جلسه می‌خوایم درباره کلاس‌ها صحبت بکنیم که بحث بسیار مهم و کاربردی در برنامه نویسی هست، از جمله برنامه نویسی اندروید که در این دوره بهش خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم، به عنوان مثال انسان یک موجودیت هست که ما در دنیای فیزیکی میبینیم و در دنیای کامپیوتر میتونیم اون رو شبیه سازی بکنیم. اما کلاس رو چجوری تعریف میکنیم؟ چجوری کلاس رو تعریف میکنیم؟ کلاس با کلمه کلیدی کلاس در کد کاتلین تعریف میشه، به این صورت که ما کلاس رو مینویسیم و بعد اسم کلاس رو میاریم. کلاس به عنوان مثال کاستمر، مشتری، و پرانتز باز و بسته. این پرانتز باز و بسته چی هست؟ در واقع سازنده کلاس ما هست، متغیرهایی که قرار است این کلاس ما داشته باشه، یعنی اجزایی که قرار این کلاس ما داشته باشه. به هر حال این کاستمر ما یک نیم داره، یک سن داره و یک موجودی داره به عنوان مثال در حساب کاربریش. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ میایم اینها رو واسهش تعریف میکنیم. کاتلین یک روش خیلی ساده و میانبری واسه تعریف کردن اجزای کلاس داره، به این صورت که شما میتونید اونها رو در همین هدر و پرانتز سازنده کلاس تعریف بکنید به عنوان اجزای کلاس. به عنوان مثال نام، نیم از نوع استرینگ هست که یکی از انواع داده‌ای در کاتلین هست. ایج که اینت هست که یک نوع داده دیگر در کاتلین هست، و بالانس یا موجودی از نوع دابل به معنی مثال اعداد اشاری. خب الان کلاس ما در هنگام ساخته شدن این متغیرها رو دریافت خواهد کرد و نیاز هست که دریافت بکنه تا ساخته بشه. در واقع شما از این کلاس اگه بخواید نمونه‌ای بسازید، مثلا مشتری 1، مشتری 2، مشتری 3، لازم هست که اینها رو به آبجکت هاتون بدید. در ضمن آبجکت ها نمونه هایی هستند که از کلاس ها ساخته میشن. در واقع این کلاس الگوی ما هست برای اون موجودیت که میخوایم بسازیم و آبجکت یا اینستنس نمونه هایی است که از اون قراره بسازیم. خب الان همینطور که میبینید ما اینها رو تعریف کردیم، گفتیم که اینها سازنده های کلاس ما هستند. حالا من میخوام بگم که اینا اعضای کلاس ما هم هستند، یعنی متغیرهایی که در سازنده ما دریافت میکنیم، میخوام متناظر با هر کدوم از اینها یک عضو در داخل کلاس داشته باشم. مثلا این کاستمر من یک نیم داشته باشه، سن داشته باشه، موجودی داشته باشه. به این منظور ما در هنگام معرفی اون متغیر یک ول بهش اضافه میکنیم. ول و اینها تبدیل میشن به اعضای داخل کلاس. خب حالا اگر بخوایم این رو تعریف نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر این ول رو استفاده نکنیم، لازم هست که خودمون اونها رو مقداردهی بکنیم. یعنی لازمه اجزایی تعریف بکنید داخل دوباره اینجا که حتما خواهید دید که کار بیهوده ای است.
ول نیم از نوع استرینگ و ول ایج از نوع اینت و ول بالانس هم از نوع دابله. خب چرا ما اینجا خطا دریافت میکنیم؟ ببینید کاتلین سعی میکنه همیشه متغیرها رو موقع تعریف مقدار دهی بکنه تا حتی الامکان از خطای نال بودن یا خالی بودن یک متغیر جلوگیری بکنه. در واقع این خطا یکی از خطاهای معروف و بسیار گران قیمت در رشته کامپیوتر هست که خیلی هزینه تحمیل میکنه به برنامه ها و اپلیکیشن های کامپیوتری. به همین خاطر یکی از نقطه های تاکید اصلی کاتلین جلوگیری از این خطا هست. یکی از مکانیزم هایی که کاتلین برای این کار استفاده میکنه ملزم کردن برنامه نویس به مقدار دهی اولیه متغیری هست که تعریف میکنه. حالا ما برای این کلاسمون لازم هست که این مقدار دهی رو انجام بدیم. برای کلاسمون میتونیم از یک بلوک init استفاده بکنیم که اولین بلوکی هست که در داخل کلاس هنگام ساخته شدن اینستنس یا نمونه از کلاس فراخوانی میشه کد داخلش. من لازم هست که مقدار دهی این متغیرهامو اونجا انجام بدم. از اونجا که من اینها رو مقداراشو توی سازنده کلاس میگیرم به این صورت مقدار دهی میکنم، میگم this name یعنی عضو این کلاس که نیم هست رو مقدارش رو قرار بده با نیمی که به ما موقع ساخته شدن کلاس داده میشه. میبینید که خطا رفت. ایج هم به همین صورت، this age برابر age یعنی چیزی که اینجا تو سازنده ما دریافت کردیم و this balance برابر با balanceی که در اونجا قرار گرفتیم. خب حالا واسه کلاسمون یک رفتاری هم چیکار کنیم تعریف بکنیم. یک رفتار خیلی ساده میتونه چی باشه؟ نمایش اطلاعات کاربر باشه. به عنوان مثال ما میتونیم به این صورت اطلاعات رو one show info نمایش بدیم که اینها رو اطلاعاتش رو نمایش بده، اطلاعاتی که در داخل کلاس قرار داده شده موقع ساخته شدن بیاد برای ما نمایش بده. این کار رو چجوری انجام میدیم؟ به این صورت یک دستور چاپ ساده می‌نویسم، print ln customer نامش رو می‌نویسم کاما سنش رو می‌نویسم، در واقع this age. ببینید اگه بخواد چند قسمتی باشه عبارتی که داخل متن، در واقع متنی که متغیری که داخل رشته دارید استفاده میکنید، اگر چند قسمتی باشه باید همش رو داخل این بریس ها بذارید. اگه تکی باشه میتونید بدون بریس استفاده بکنید که قبلا هم نمونهش رو دیدید. customer name this age، البته این نیم منظورمون نیمی هست که داخل خود کلاس هست، بنابراین این رو هم من لازمه از this استفاده بکنم. this name id هم کمک میکنه. this name years old انقدر سال سن، با بالانس یا موجودی چقدر، با موجودی with balance of و موجودی this.balance. this.balance. خب حالا میایم از این کلاسمون استفاده میکنیم. همونطور که گفتم برای اینکه از یک کلاس استفاده بکنید شما اغلب لازم هست که یک نمونه ازش بسازید. بنابراین من یک مشتری باید بسازم، از این کاستمر یک اینستنس بسازم و بعد نمایش بدم. خب در ضمن شما میتونید از کد فارسی، از اصطلاحات فارسی در زبان کاتلین استفاده بکنید، در کد کاتلینتون استفاده بکنید. من میتونم اینجا در داخل رشتم چیکار بکنم؟ اینها رو فارسیش بکنم،
سال سن وقتی فارسی و انگلیسی رو با هم قاطی میکنیم یک مقدار از این مشکلات به وجود میاد با موجودی اینقدر. خب حالا این رو میایم نمایش میدیم. نه تنها شما میتونید داخل متنتون از فارسی استفاده بکنید، حتی اسم متغیرهاتون رو هم میتونید فارسی بذارید و این خیلی جالب هست. به عنوان مثال میتونید اینجا این رو من تغییر بدم، نام رو به نام، به نام فارسی. این که وقتی اون رو تغییر دادم همه جا تغییر داده شد. در باره ریفکتورش کردم، در باره ریفکتور بیشتر صحبت میکنیم در داخل دوره. فعلا بدونید که من این رو اسمش رو تغییر دادم به نام فارسی و ازش استفاده میکنم. البته با اینکه پشتیبانی خوبی برای فارسی داخل کاتلین هست، توصیه نمیکنم که از اسم متغیرهای فارسی استفاده بکنید. برای همگیر بودن این دوره من سعی میکنم اسمها و متغیرهایی که استفاده میکنم به صورت فینگلیش حالا با معنی فارسی بنویسم، ولی خواستم این رو بدونید که میتونید داخل متناتون فارسی استفاده بکنید به راحتی داخل رشته هاتون و همینطور حتی اسم آیدنتیفایر و متغیرهاتون رو میتونید فارسی بگذارید. خب این کنترل زد میزنم این نام رو برمیگردونم، با اینکه درست بود ولی ترجیح میدیم که انگلیسیش رو استفاده بکنیم به خاطر مشکلاتی که ممکنه در ارتباط با کدهای دیگه پیش بیاد. چون ما وقتی کد می‌نویسیم یک زمان ممکنه کدمون ارتباط برقرار کنه با یک کدی که با یک زبان دیگه هست و در این صورت ممکنه اون کد از فارسی پشتیبانی نکنه و بنابراین به مشکل برمی‌خوریم. بنابراین توصیه می‌کنم حتی الامکان تا وقتی که مجبور نیستید از عبارت‌های غیر انگلیسی، از کاراکترهای غیر انگلیسی داخل کدتون استفاده نکنید. خب بیایم اجرا بکنیم، یک نمونه بسازیم از این کاستمر. کد قبلی رو کامنت میکنم، دوباره با ول یک متغیر تعریف میکنم، اسمش رو میذارم سیبان به عنوان مشتری اول یا مشتری، خیلی ساده مشتری. ببینید یک نمونه اینجوری میسازیم از کلاس، میگیم کاستمر، میبینید که از ما سه تا متغیر میخواد، سه تا پارامتر میخواد که ساخته بشه. نامش رو میذارم جک، سنش رو میذارم 35 و بلنسش هم از نوع دابل هست. میگذاریم به عنوان مثال 500. حالا میگیم که این رو اطلاعاتش رو نمایش بده. در واقع یکی از متدهاش یا رفتارهاش رو فراخونی میکنیم، show info رو فراخونی میکنیم و با این کار اطلاعاتش برای ما نمایش داده خواهد شد. خب این رو اجرا میکنیم. بله میبینید که مشتری جک 35 سال سن با موجودی انقدر. چون فارسی و انگلیسی رو همراه هم استفاده کردیم و همه در یک خط هستن، این یک مقدار چپ و راست بودنش در واقع دور از انتظار نیست.